بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز جمعه 9 ماه دسامبر سال 2016 میلادی و برابر است با 19 آذر ماه 1395، ساعت 2:02 بعد از ظهر به وقت نیویورک، واشنگتن، شرق آمریکا، و 11:02 به وقت کالیفرنیا، غرب آمریکا. همینجوری که اینجا نوشتیم، شما هم میتونید مهمان ما باشید تا با بینندگان گفت و شنودی داشته باشید. تماس بگیرید، بگید من در باره فلان مسئله و فلان موضوع میخوام صحبت کنم، تا ما هم به شما بگیم چه روزی چه ساعتی و با هم گفت و شنودی داشته باشید. باز یه جای دیگه میاد که شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و ما بارها با عمل ثابت کردیم که تحمل شنیدن هر نظری رو داریم تا جایی که به ما تحمیلش نخوان بکنن، بیان نظرشون رو بگن، اونایی هم که منتظر اونا هستن برن دنبالشون رو با هم خوش باشن. و اما دوستان، من چندین بار تا حالا ماجرای این پناهجو، پناهنده، اینها رو گفتم، ولی هنوز باور میکنم که خیلی از ما دوستان اصلا یاد نگرفتیم. خب بدم نیست که ما که همه عمرمون پناهجو و پناهنده نبودیم. یه بار این ماجرای انقلاب شده، بعدم هر کدومون یه زمانی تصمیم گرفتیم بیایم بیرون. اولی که اومدیم بیرون پناهجو بودیم، دنبال یه پناهگاه میگشتیم، بعد یه کشوری پیدا شده بهمون پناهندگی داده دیگه، ما پناهجوی ما رو قبول کرده شدیم پناهنده. دیروز توی فیسبوک داشتم که نگاه میکردم، خب اون وقتا که ما با تلفن با دوستان صحبت میکردیم، بعد پیامای تلفنی رو میگرفتیم، اونایی که بعد از برنامه به اصطلاح زنگ زده بودن برای برنامه آینده و الی آخر، الان دیگه عوض شده، با ایمیل، با فیسبوک، با توییتر، هزار تا برنامه است. اینا باید دنبال کنی، اگه دنبال نکنی میشه مثل همون احمقایی که میان میشینن حرف 40 سال پیشو میزنن و هیچ کم نمیفهمه که خب حالا این که چی، اینی که 40 سال پیشم گفتی، 40 سال پیشم گفتی، من اشتباه میکنم و اشتباه کرد. دیدم یه آقای جوانی بسیار عکس مرتب و منظم، میدونید الان نصف بیشتر این بچه ها تو ایران زیر ابروشون رو برمیدارن، این ریششون رو یه ساعتی باید وقت بذارن تا فقط اینجا رو بزنن، یه خطی اینجا رو بزنن، زندگی خودشونه، وقت خودشون. نوشته بود که این جوان در خطر دیپورتیشن، دیپورت کردن یعنی اخراج از اون کشوری هست که داخلش زندگی میکنه. و چون یه نفر دیگه این خبر رو نوشته بود به نام آقای عمر محمدی، اجازه بدید من بهتون نشون بدم. بعد من برای ایشون نوشتم که اگر مایل، چون درباره اون موضوع بود، اگر مایل باشه من باهاش مصاحبه انجام میدم. و تا کنون ما با چندین نفر که توی زندان بودن، پناهجو بودن، پناهنده بودن، رد شدن، کیسشون اشکار پیدا کرده، مصاحبه کردیم و کارشون هم درست شده، خیلی هاشون هم لطف کردن، زنگ زدن و تشکر کردن و ما هم از اونا ممنونیم. یه 10 دقیقه که بیشتر نگذشته بود که دیدیم این دوستون آقای عمر محمدی برداشت اینو نوشت. حالا نمیدونم این ماجرا مال امروز صبح یا مال دیشب، هر چی دیگه، بالاخره روزا هم آدم یادش میره. بذارید ببینیم، اینم که رفت روی ثانیه تخت 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 عوض میکنه، یک لحظه کامرای سه ببخشید. ما برای که این دوستان حقی ازشون ضایع نشده باشه، نوشته خودشون رو قشنگ عکس میگیریم میذاریم اینجا. نوشته با سلام از من، همین غلط، معمولا یا می‌نویسن سلام از من که اونم غلطه، چون اگه دیگه طرف سلام کرده شما فقط باید جواب سلامش بدی. با سلام از من، اوکی، ببیند، با کمال میل، اما من باید ابتدا بدانم شما کی هستی.
در هر صورت لطف کنید خود را بیشتر معرفی کنید برای من پیش از مصاحبه. این موضوع برای من پیش از مصاحبه این موضوع اهمیت دارد که بگو دوستت کیست تا بگم خودت کیستی. بسیار سپاسگزار از محبت هایتان. حالا من بهتون میگم تو این فیسبوک هر کسی یه چیزی یاد میگیره، خود منم همین جورم، بعد میبینم این دوست مثلا این خوش چی میگن انشاء خوبیه، منم سعی میکنم استفاده کنم ولی خیلی خرابش میکنم. دوست عزیز شما اگه شنیدی اون چیزی رو که میگن تو اول بگو با کیان دوستی، پس انگاه بگویم که تو کیستی، نه که بگو دوستت کیست تا بگم خودت کیستی. اوکی، بسیار سپاسگزار از محبت. یکم فکر کردم گفتم این آقا خب کرده دیگه، از اسمش معلومه، از وبسایتش و اینا معلومه و اینا معمولا ادعای فعال سیاسی بودن هم دارن و اتفاقا اون آقای پسر جوانی که چیز هست توی درخواست کمکش نوشته بود که من جزو حزب کموله هستم ولی چون بعدن جانم رو در خطر دیدم فرار کردم یا خودم رو رسوندم به این کشور، حالا این کشور میخواد من رو دیپورت کنه. حالا شما ببینید دوست عزیز، اولا کسی که میره حزب کموله نرفته اونجا که براش وی آی پی تو قسمت فرودگاه فرش قرمز بندازن و براش نوشابه بیارن تا ماشین بیاد اسبابش رو برداره بره، رفته بجنگه. و همین حزب کمولهی هست که چند هفته پیش با مادر یکی از مجاهدین من صحبت کردم، این خانم گفت پسرش رو حزب کموله در مقابل یک گونی شکر داده به کی؟ داده به صدام؟ نه، داده به مجاهدین. موقعی بوده که صدام از مجاهدین استفاده میکرده، بعد اینا وقتی روبرو هم میشن مجاهدین اینا رو برای یک گونی شکر. دوست عزیز این حزب کموله که میخواد شما رو آزاد کنه و حالا شما میخواد ببینی من کی هستم اینه. بعد این دوستمون رفته حزب کموله، بعد دیده آقا اینجا خیلی سخته، گفته خب راحت ترین بریم سوئدی موهدی نمیدونم کجا هست اصلا. من برای ایشون نوشتم که دوستان ببینید واقعا اصلا اغراق نمیکنم، نوشتم عجب ملتی شدیم، اگر روی زمین افتادیم کسی میخواد کمک کنه اول ازش میپرسیم تو کی هستی. حالا دیگه دنبالش ننوشتم مرامت چی هست. آقا افتادی رو زمین، افتادی تو چاه، اون بالا داره خاک میریزه رو سرت، داره خفه میشی، یه نفر اومده بند انداخته پایین تو رو بیاد بالا. برایش نوشتم که دوست گرامی من از شما پوزش میخواهم، دعوت خود را پس میگیرم، از امروز هم ببخشید این دیگه فیلم های فارسی هم من اتفاقا دیشب این فیلم اسب حیوان نجیبی است نگاه کردم دیدم چقدر همین دربری میگن اینا. وقت بعدا تو آمریکا بعضی از این دوستان میگن آقا چرا تو رادیو تلویزیون ها اینجوری حرف میزنن، آقا برو برنامه ایران و ایران ببین چه خبره. بعد نوشتم از امروز هم گوه میخورم که به کسی کمک کنم. ایشون نوشته که خواهش مکی کنم، سوال کردن ممنوع، اما اگر من دعوت کردم بی برو برگرد باید گفت بلی چشم قربا من در خدمت هستم، اما بدان همان گونه که دعوت میکنی باید دانست. ببین حالا جمله غلط، اما بدان باید دانست تو چه کسی هستی. من برای من آبرویم از یک مصاحبه با ارزشتر است، میخواهی قبول کن نمیخواهی نکن، انسانها حق دارند و آزاد اند و باید بدانند به کدام سو با چه کسی در چه زمینه‌ای چرا، و این حق هر دو طرف است، میخواهی بپذیر نمیخواهی نپذیر. همین که شما گفتی بیا من باید با سر بیایم، چشم بله قربان، نه خیر قربان. اولا شما الان ما میذاریم به حساب این که کرد هستی فارسی بله، من از شما دعوت نکردم، شما نوشتی حسن علی احتیاج به کمک داره، من بهش گفتم به حسن علی بگو من حاضرم کمکش کنم. بعد یه کمی ببخشید من اینجوری سوال بعدن هم میخوای ببینی من کیم، من اینجوریه، من خیلی خودمونی باهات صحبت میکنم، اینقدر احمق نباش، فوری جواب نده، بگو بس بریم ببینیم سربی کیه،
این سوالی که اسم خودش با عکس خودش با آدرس خودش با فیسبوک خودش از شما که نه از اون دوستمون دعوت کرده. خلاصه اینا همه بیکارن، یه مشت چای درست میکنن، حالا اگه اهل چای باشن اگه نباشن اهل عرق بنگی منگی چیزی، میشینن از صبح تا از بعدم به همه جا میگن ما داریم فعالیت میکنیم. همین آقا میگه که من از 3000 سال گذشته که در ایران بردهداری بوده من دارم فعالیت میکنم. خب ایشون هم لابد حضرت نوح اسمش، بعدن اسمش عوض کرده گذشته عمر. آقا مگه نمیگین تو ایران کردا و لورا بودن، چنین بوده چنان بوده، آقای کوروش این ورش لوره اون ورش کرده، رفت اونا رو آزاد کرد. 3000 سال پیش بردهداری بوده، شما هم از اون موقع تا حالا خدمت کردی جنبش کردی، به کجا رسیدی؟ به کجا رسیدی؟ الان هم که نوکر و اجیر و اسیر هستی. و آقا جون برو دو کلمه یاد بگیر. میدونم شما این مقالات آقای جهانشاهی رو میخونی، هی اونا مینویسن هی شما مینویسن، لازم نیست هر چیزی رو دیدی خوندی توی جمله استفاده کنی. دیدید مثلا کلاس پنجم که میرسی میری ایوان مدائن رو میخونی، بعد هر جا دوست هر جا میخوای صحبت کنی دلت میخواد که هان آی دل بردوین از دیده عبر کن، اینو یه زوری بزنی به چپونی داخل جمله، حتی اگه جمله مثلا راجع به فیلم بد باشه. در رابطه با فیلم بد، این فیلمه چون کهنه است و قدیمی است من دربارش یک کمی صحبت میکنم، به قول آمریکایی‌ها سعی میکنم اسپویلش هم نکنم. اگه ندیدید برید ببینید. اسب حیوان نجیبی است. اولا من نمیدونم این ایرانی‌ها بیشتر فیلم‌هاشون کپیه. هنوزم که هنوزه و انقلاب شد و فیلم ساختیم و رفتیم جبهه و نمیدونم فیلم‌های اینجوری ساختیم، بیشتر فیلم‌هاشون کپیه. و بیشتر فیلم‌هایی که شما و من نگاه می‌کنیم میگی آقا ببین چی گفت، چه جوری زد به آخوند، همش درست در جهت موافقت با آخوندا و به سود آخونداست. من جمله اون مارمولک چه شیون و شینی را انداخته بودی؟ هی من بودن نگاه کردی؟ گفتم نه آقا. حالا نگاه کن آقا چی کار کرد، پدر آخوندا رو داره بود. ما رفتیم نگاه کردیم دیدیم آقا این فیلم مارمولک و آخوندا بار رو صد بار سیدی بزنن مجانی بدن مردم نگاه کنن، نشون میده یه آدم دزدی که از دیوار راست راست مثل مارمولک بالا میره رفته لباس آخوندی رو پوشیده که از زندان فرار کنه، بعد توی این مهاجرات چه آدم خوبی میشه. یعنی اینجوری میگن شما حوزه هم لازم نیست بری بگی بری، همین جلو که بندازی رود آدم خوبی میشی. این کجاش به ضرر آخوندا بود؟ ولی ما عمر محمدی 38 سال بعد میگه آقا من باید زیر پامو نگاه کنم. گفتم بدبخت از بس زیر پاتو نگاه کردی هی دارن میزنن تو سرت، خبر نداری اون بالا چه خبره، زیر پاتو میخوای چند محکم کنی، هی وزنت زیاد میشه، ماشاءالله میخوری میخوابی خوراک سوسیال مجانی، هی وزنت زیاد میشه باید زیر پاتو محکم کنی. در صورت امیدوارم ایشون زیر پاش خراب ببخشید زیر پاش محکم کنه. وقتا بچه ها بود که یک کاری میکردن صدا میزد میگو بیا این زیر پاش خراب کرده، برو آقای عمر من از شما دعوت نکردم، من از اون پسر جوان دعوت کردم که توی نوشتشم اینجوری نوشته من اول رفتم حزب کموله بعد دیدم جانم در خطر است فرار کردم. خب نمیشه که من برم ابرالای یه دولتی بگم من میخوام شما رو نابود کنم، بعد وقت دیدم خطرناکه برم بگم حالا من پناهنده میخوام بشم. اینه که پناهندگی رو سخت میگیرن، اینه که اون بیچاره بدبختی هم که واقعا پناهجوی حقیقی هست ریجکت. این از این. خب یه دوستی ما داریم که ایشون خوب مینویسه ولی نمیدونم تازگی ها چرا بد مینویسه. حالا این آقای عمر یه جوری گفتم کرده فارسیش خرابه، ولی این دوست ما نمیدونم چرا جدیدن اینجوری مینویسه. من برای خودتون این رو نشون میدم، این 6:52 دقیقه امروز صبح بوده، همین دوستمون ببووند نوشته با درود به شما آشنای گرامی جناب سوربی. اوکی 1 2 3 4 5 6 7
کلمه فعلا همون برای سلام. شما را آشنا خطاب کرده تا مرا در ردیف دوستان مزاحمی که بعد از یک یا چند بار فکر می کنند یا انتظار دارند از شما به عنوان یک دارنده رسانه‌ای خودمانی یا همانطور که خودتان فرمودی بیشتر از شما می خواهند، علامت تعجب؟ نه، من نیستم. دوستان من اینو میارم یه بار دیگه نزدیکتر همه تون ببینید من فارسیم خراب شده یا این دوستان از بس جمله ها رو طولانی می‌نویسن. مثل که اینجوری خیلی پیدا نمیشه، نه؟ نمیدونم چرا تو این صفحه اینجوری. در صورت خود ایشون میتونه گواهی بده که من چیزی رو پس و پیش نکردم و این نوشتهشون رو فیسبوک هست. Speaking of Facebook، دوستان بذارید من این صفحه رو به صفحه خودمونم شیر کنیم، از روی مردم تیوی ببریم و شیر کنیم. شیر کردن یعنی سهیم شدن، در میان گذاشتن. بله، این اینجا میای پایین، این برنامه سوربیه، اینجا میزنیم شیر، بعد میگی که شیر کجا؟ شیر نه، با پابلیک، چون میدونه که من سوربی هستم دارم اینجا تو تلویزیون مردم فضولی میکنم. این حالا ببین گذاشتش اینجا، بفرمایید چیکار میکنیم. اینجا میام یواشکی مینویسیم سوربی با مردم تا کسی نیومده. سوربی با مردم، کاش که این آدرس وبسایتمونم بذاریم، مردم.tv.com. ممنونم از شما که حوصله کردیم من کار عوض کنم. برگردیم به استدیوی جهانی و ببینیم این دوست ما بابو چرا اینجوری مینویسه. اوکی، بذارید اینجوری بریم ببینیم، شاید که خونده بشه. نمیدونم. اولا دوستان جمله و به آرتیکل هم فکر کنم میگم قطعه گفتن ها، قطعه و مقاله و نه، به پاراگراف میگن این قطعه، بعد به آرتیکل میگن مقاله. اینا یه رسم و رسومی داره. شما به من بگو این جمله کجا تموم میشه که من برم جمله بعدی. تو اون جمله، حالا من تازه رشتم فنی بوده، ادبیات فارسی، فعل، فاعل و مفعول و اینها رو خیلی رعایت نمیکردیم، ولی جمله ها رو کوتاه‌تر کنید، منظورتون رو روشن‌تر فکر کنه که اون طرف میخواد بخونه، از این باید منظور شما رو درک کنه. بالاخره من نفهمیدم. یک دارنده رسانه خودمانی با همانطور که خودتان فرمودید بیشتر از شما میخواهند، علامت تعجب؟ نه، من نیستم، نقطه. اگر اشاره به این کرده و کردم، چرا در گذشته استفاده نمی‌کنی؟ کرده چی میشه؟ ماضی استمراری میشه. خب شاید اینم درست باشه. اگر به این اشاره کرده که بعد از افشارها، دوباره اگر به پیغام‌های گذشته توجه بفرمایید، فکر کنم این جمله باید قبل باشه. اگر به پیغام‌های گذشته توجه بفرمایید، من به گفته‌های آقای دکتر افشارها اشاره کردم. بعد اینجوری بنویسید: نامه‌ای در جواب خزعبلات افشارها نوشته و از شما خواهش کرده بودم به ایشان برسانید، شما رد کردید. خب آقا خانم، اگر آقای افشارها بعد از چند جلسه که ما براش فرستادیم میگه آقا من ایمیل دادم، شماره تلفن دادم، با فیسبوکی هم کاری ندارم، شما اینجا میخوای زور بگی؟ آقا گفته برای من نفرست اینا رو، شاید میخواد یه حرکتی تو شما ببینه که حاضری برای عقیدت بری یه ایمیل بفرستی، بری یه زنگ بزنی. تلفونا که این روزا از گوگل وایس، شما یه تلفن جدید درست کن زنگ بزن، بعدن که این شماره رو داد به جمهوری اسلامی یه شماره دیگه بگی. تا کی میخواین مالی خولیا دور خودتون، منظورم به شمای تنها نیست، هممون مالی خولیا دور خودمون جمع کنیم یا تو مغز مالی خولیایمون همه رو دشوار ببینیم؟
آقای عمر یه نفر اومده از آمریکا. بعدا رفتم دیدم ایشون کجاست، میگه که آلمان زندگی میکنه. برای من مهم نیست. شما اگه نمیدونم استرالیا زندگی کنی، تو فیسبوک بنویسی آلمان، برای من فرق میکنه. حالا این دوستمون دارم میگم این ترس بی خود رو رواج ندیم و ببینیم تو ایران دارن چه کار میکنن. واقعا قبل از برنامه من یه برنامه بود که آقای خداونده، مسعود خداونده مصاحبه کرده با آقای بیژن فرهومن، حتما اینو ببینید. الان هم رو فیسبوک، بعد از فیلم چه امروز نشون داده بودیم روی وبسایت. خدایا این مغز ما یعنی دیگه کارش تموم شد، هم اینقدر مصرف چیزش بود، چی میگن تاریخ مصرفش هم اینقدر بود. بذارید من بیارم نشون تو بدم. امروز کانون آوا برای من یعنی پریروز یه فیلم میفرستاد. حالا طرف میگه نگاه کن این از عمر و از بابو ایراد میگیره، خودش میگه امروز، نه دیروز، نه پریروز، روز چهارشنبه آقای راستگو از کانون آوا برای من یک فیلم میفرستاد و به من گفتن که این فیلم چطور این فیلم رو ما برای روز جمعه نشون بدیم. من پیش خودم گفتم فیلم ایرانی چه ربطی با برنامه مجاهدین جدا شده داره؟ نشستم نگاه کردم دیدم اتفاقا عجب رسمی داره، عجب ربطی داره. بیا این پایین تر میایم، حالا تو صفحه خودم با بریم تو صفحه مردم، ببینید از اون صفحه میای این صفحه، مقدارش عوض میشه، معیارش عوض میشه، چیزاش به هم میریزه. من نمیدونم این چه کوفتی فیسبوک درست کرده. بابا اگه مثلا 800-600 نگهش دار، 1200-900 نمیدونم اونو نگه دار. خب و اینم نمیفهمم که چرا اینجا چنین گشته. خدایا دیروز یه مشتی اینجا داشتیم کارهای دیگه میکردیم، گویا دست زدیم اینا رو انگولک کردیم. حالا نداره دیگه، دارید میبینید. ببینید اینجا تو صفحه تو فیسبوک مردم تیوی وقتی میان یکم پایین تر، این برنامه من که الان هست، قبل از من اعلام برنامه من بوده. باز بینیم پایین تر کجا این دوباره رفت بوی اکسه. خدایا این چرا اینجوری میکنه؟ چشمون که ضعیف، سواد خوندن که نداریم، دوستانم که اعصابمون خراب میکنن. گفت ابر و باد و مه و طوفان و فلک در کارن تا تو وقتی به کف آوری و برنامه بذاری. اینم شدیم مثل اون دوستمونا، تو بگو کی هستی من ببینم کی هستی. عذر باز میخوام، آخه کجای دنیا یه احمقی میاد از یه نفر میگه بگو کی هستیم؟ اون اگه مأمور جمهوری اسلامی باشه میاد به شما میگه مأمورم؟ خجالت بکشید از خودتون. واقعا دلم برای اونایی میسوزه که فکر میکنن شماها ببخشید پخی هستید، مالی هستید. ببینید دوستان اینه امکان مینا، یه فیلمی نشون میده. بعد این فیلمی که یه ساعت 40 دقیقه است، 20 دقیقه مصاحبه آقای بیژن فرهومند هست با آقای مسعود خدابنده. و ببینید آقای مسعود خدابنده بابا سالهای سال جزو یکی از رده های بالای مجاهدین بوده. ببینید امروز چی میگه؟ میگه آخه کجای دنیا وقتی 30 سال یه جایی میمونی، چو اشرف نباشد تن من نباید. نمیدونم اشرف را، یک اشرف را هزار اشرف میکنی. بعد شد لیبرتی، بعد دوتا را از دست دادن رفتن حالا توی تیرانا، توی آلبانی، میگن ما پیروز شدیم و جمهوری اسلامی شکست بزرگی خورد. آقا یکیتون، خانم یکیتون بیان اینو برای من توضیح بدی. گفتمتون تو آمریکا الان دیگه نمیگی ماشین دست دوم، میگه ماشین پری اوند، ماشینی که قبلا صاحب داشته. دیگه نمیگن چند سال پیری، میگن چند سال جوون هستیم. ولی آیا با این گفتن مزخرفات شما نمیفهمی که آقا این ماشین دست دومه؟ شما نمیفهمی که آقا اینا پیر شدن، اسلحه ندارن، الان در به در آلبانی هستن،
آلبانی هم توی کشور اروپایی اومدن دور خودشون سیم خاردار دور پنجره ها نمیدونم پرده زدن چیز کشیدن از زندانی به زندان دیگه، ولی تمام خانواده ها راضی هستن، میگن بابا اقلا از اون آشغال عراق که حتی شهروندای خودش تأمین جانی ندارن اومدن بیرون. ما هممون اینجوری شدیم. از اونی که شما فکر میکنی آقا این خوب مینویسه سرش به تنش میارزه، یه دفعه برمیداره. خب اول قهر کرده بوده از ما به خاطر آقای افشارها. آقای افشارها یا خانم آقای افشارها به من چه مربوطه؟ ما بارها گفتیم توی تلویزیون مردم هر کسی وقت خودش، حرف خودش و هر بینندهی هم میتونه بیاد جواب بده بدون هیچ سانسوری، بدون هیچ اشکالی. حالا حاصلش این شده که تازه خب آقا ایشون خزعبلات گفت. اون وقتا ما به مردم میگفتیم خب دوست نداری خاموش کن برو قدم بزن بعد بیا برنامه بعدی، بشین برنامه آقای علی سرشار گوش کن که میره اون تیمسار دروغگو رو میاره، من آبرو دوتاشونو میبرم. امروز که دیگه لازم نیست بری قدم بزنی، هزار تا تلویزیونه، برو یه کانال دیگه نگاه کن. میدونم شما طرفدار این شاه اللهیان نیستی، طرفدار چی هستی؟ برو اونو نگاه کن، برو اونو حمایت کن. اونی که قشنگ بلد بوده برای تو نقش ایجاد کنه، خودش هر روز تو برنامه‌اش میگه سیستم 80-20، یعنی همین الان که دارم به آخوندا فوش میدم این قسمت 80ی که باید فوش بدم که 20% من دونم فلان کنم، شما برو دنبال اون. من نمیدونم چقدر وقت خودتون، وقت من. تازه میگم آقا دعوا من گفتم آقای افشارها گفته من ایمیل دادم، تلفن دادم، یا دوستان از طریق اینترنت با ایمیل تماس میگیرن یا از طریق تلفن، یعنی درو نبسته. تازه گیرم که درو بسته باشه، مگه یه جایی نیست جلسه میذارن سالن میذارن برنامه رو ضبط میکنن بعدم برای شما پخش میکنن؟ شما نه اسم طرفو میدونی، نه حتی عکسش نشون میده، نه شماره تلفن نه ایمیل. اینجا هم فکر کنم مثل اونه، آقا ما غلط کردیم گفتیم تلویزیون مردمه، همونجوری که به عمر محمدی گفتیم گوه خوردیم که کمک کنیم، برای شما هم میگیم گوه خوردیم گفتیم اینجا تلویزیون مردمه، اینجا تلویزیون مردمه، من از دست شماها مردم. خب حالا بیایم اینجا ببینیم چی. بله، حتی از شما خواستم همانطور که در ازای ساعات برنامه نرخ دارید، برای قبول این نوع زحمت هم نرخی تغییر بفرمایید. این از نظر من به حق و بدیهی بود. نه عزیزم، کسی که نه حاضر باشه ویدیوشو نشون بده، نه حاضر باشه صداشو پخش کنیم، نه حاضر باشه اسمش رو بگه، من اینجا نمیام به خاطر $30 $50 بشم مترسک اون. برو بده به اون آقای تیمور لنگ برات بخونه، مگه نخوند یک سال کتاب آقای چمنارا رو خوند؟ بعد آقای چمنارا اومد گفت آقا یک سال خوند 10 کتاب فروش نرفت، شما یه دفعه ایراد گرفتی 30 کتاب اون روز فروش رفت. برید بدید به اون. من نمیدونم شما کسی که حاضر نیست کاری رو انجام بده به زور میگی نه آقا بیا تو بلدی چلو کباب درست کن، چلو کباب بخور. میگه آقا من بلد نیستم، خودم هم گشنه هستم، ولی میدونم یه جایی هست چلو کباب داره، بریم اونجا. خب بله، این از نظر من به حق و بدیهی بود. صراحت شما بیشتر از این تعارفات دانسته و میدانم. اینم باز یکی از اون جمله‌هایی که یا یه رایش نیست یا شناخت شما، یه بالاخره این جملات غلطه آقا دخانو. اما در مورد چمنارا، این آقا با هر جریانی هست، شاهی، مجاهد، جبهه ملی و خود داند، با دکتر احمدی هم هست، و اما با وجود سپورت مالی هر بار قبل از ایشان روی صفحه حاضر شده و خدا می داند که خودش هم می داند چه می خواهد، آری به ایران هم رفته و می رود سر بیگرامی. نه من ببو که هر خری هم می داند هیچ کاری در خارج از نظر جمهوری اسلامی دور نمی ماند. خب من نه خرم نه ببو هستم و نمیدونم. بذارید براتون یه چیزی بگم. بارها شده توی مهمونی ها طرف میگه آه صوبی شما که تو تلویزیون هستی. اصلا چند مدت پیش مادر
همسر یکی از دوستانمون فوت شده بود و یه آقایی که منو سالها میشناسه گاهی سر شما که تلویزیون هستی من یه چیزی از تو میخوام بپرسم، این آقای مثلا شهرام و همایون از جمهوری اسلامی پول میگیره؟ گفتم من تو تلویزیون خودم هستم نمیدونم. ای آقا شما نمیدونی؟ گفتم نه، شما از من پرسیدی منم میگم نمیدونم. شما میدونی؟ شما که میدونی بیا برای مردم بگو، بگو که شما هم میری دو هفته یه بار، ماه یه بار میگیری میبینی اونجا چک اینم حاضره، یا بهت میگن سر راه چک اینم بده. دوست عزیز، من نه ببوام نه خرم و نمیدونم. شما که میدونی بیا به ما بگو. جمهوری اسلامی تمام این کارها رو زیر نظر میگیره، باهاش میخواد چه غلطی کنه که امروز سوربی آمده اول مچ پای آقای عمر محمدی رو گاز گرفته، حالا هم چسبیده به مچ پای ببو. آقا خبر دارید یا خانم خبر دارید تو ایران چه خبره؟ همین مجاهدین میگن از توی زندانهای ایران دارن از ما حمایت میکنن، که این آقای مسعود خدابنده میگه آقای فرهومن اینا اگر میفهمیدن عاقل بودن همچین چیزی نمیگفتن، چون اگر همچین چیزی امکان داره، اگه تو زندان ها تظاهرات میکنن، تو زندان حمایت میکنن از یک سازمانی که اسلحه به دست گرفته، جاسوسی کرده، کشته ایرانی ها رو، خواه این که جای آزادیه. یا گفتن تو خیابونا تظاهرات شده. کلمه تظاهرات یعنی چی؟ تظاهرات که نگفتی شب نامه پخش کرده. چقدر قشنگ این آقای مسعود خدابنده توضیح میده. میگه بله یه وقتی یه جایی یه نفر شبنامه‌ای میچسبونه و فرار میکنه یا از عکس میگیره، بعد میگن آقا شبنامه ها سر تا سر تهران پر شد. اب نداره، یکی پخش کردین گفتی 1,000,000 قبول، دروغتون رو هم قبول میکنه. ولی آقای مجاهد، خانم رجبی، وقتی میگی در تهران تظاهرات شده، حالا بابا یه تولدت مبارک گفتن، ببینید شاه الله‌ها چقدر چیز شدن. آقا گفتم، میگم آقا ایران 80,000,000 نفره، چند هزار تا اونجا بودن، بعدم یه چیزی گفتن، حالا چیکارش باید کنیم؟ تازه من اشتباه میکنم، شما درست میگی همه ایران منتظر آقا رضا بیحاله. خب پاشو بره گوششو بگیرین یه لگدم بزنید تو. خب شما این نامه رو من ازت خواهش میکنم تصحیح شده شو برای من بفرست و به کسی نگو. شما اگه خرم بودی میفهمیدی. آقا من خر نیستم، اینو که همه میدونم. آقا من نمیدونم. این آقای عطابکی یه دفعه تو کباب بازار شنبه ها میمدیم نهار میخوردیم، گفت هنوزم میری تلویزیون رنگارنگ؟ گفتم نه. داورم میبینی؟ گفتم گاهی وقتی میریم تایسن چیزی سلام علیکم. گفت که آقا این که کارش خیلی خراب بود. گفتم والا شما هم قبل از من باهاش بودی هم بعد از من، منظور چیه؟ گفت این که از جمهوری اسلامی پول میگیره. گفتم ای جدی؟ گفت ندیدی؟ گفتم نه. گفت این آقای انصاری کیف سامسونت پر پول می آورد اونجا. گفتم والا ما هر وقت این آقای انصاری دیدیم، دو تا کتاب دستش بود با یه مشت کاغذ، همش هم میگفت به قول خدا، به نمیدونم چی میگن، همت خدا اینجوری میشه. لابد کیف سامسونتشو میداده دست شما، شما زود میباری میداده داور. ما چیزی ندرفتیم. نکنید این کارو، نترسونید مردم از جمهوری اسلامی. وزیر اطلاعات چند سال پیش گفته بود که امروز از هر 3 نفر ایرانی که نشستن یه جایی، 2 تاشون فکر میکنه که اونا جمهوری هستن، مأمور ما هستن. سال بعدش گفت خیلی خوشحالم که اعلام کنم که دیگه امروز هر 3 تاشون که میشینن، 3 تاشون فکر میکنن مأمور جمهوری اسلامی هستن. کی این کارو کرده؟ من و شما. آقای عطابکی این کارو کرده. اون دوستی که تو مهمونی که طرف، مهمونی که نه، مراسمی که طرف فوت شده، به جایی که حالا ذکر خیری باشه و خاطره‌ای باشه، از من پرسه آقا شما که میدونین نه هستن. نه آقا نیستم. ولی حالا من اینجا چی بهتون میگم؟ دوستان خدا وکیلی هر کدومتون میتونید از جمهوری اسلامی، از CIA، از FBI، از سازمان موساد، از سازمان هایی که هنوز درست نشده یا درست شدن، من و شما هنوز اسمی نمیدید، پولی بگیرید برای من بگیرید بیاد. 25% هم به خودتون میدم. والا بلا اگر پولی کسی میداد تو سر هم میزدیم، تو صف وای میسادیم که بریم ما پول بگیریم. به خودتون دروغ نگید.
خب بله، این دیگه اون دفعه گفتم هر دفعه شما آقای چمنارا قبل از برنامه میاد در اون دیگه بین خودشون آقای نصر احمدی شما باش تماس بگی بگو آقا حیف از شماست که برنامه که شروع میشه اول سوربی میاد سلام علیک کنه، بعد چمنارا میاد، بعد شما میاد. اولا تا بوده و نبوده تو دنیا، اول مستر آف سرمونی میاد معرفی میکنه، دوم به قول خودون بچه مرشد میاد که مجلس گرم کنه. اینایی که داشتن یه چیزی با هم تعریف میکردن هنوز قصه شون تموم نشده تموم بشه، مجلس که گرم شد شور و شوق شنیدن حاضر شد، اون موقع مرشد اصلی میاد. شما تو کدوم نمایش رفتید که اول مثلا جیلنوی بیاد هنرپیشگی کنه بعد آقای اسلام شمس؟ اول اسلام شمس میاد اوپنینگ میکنه، یعنی اونی که کم اهمیت تره. حالا اهمیت این روزا به خاطر مشهوریت ممکنه باشه، به خاطر هر چیزی باشه. بابا ما اصلا یه معیار غلطی رو درست کردیم برای خودمون، درست نه که درست ها، یه معیار غلطی ساختیم و این هر دم ممکنه بریزه رو سرمون و هر دم هم میریزه. یه روز به صورت آقای عمر محمدی، هی من به این میگم آقا تو هنوز نمیفهمی که من به تو گفتم این فقط برو به این آقا بگو که میخواد برنامه بذاره اینجا من ازش حمایت کنم پناهجویش و اینا، تو هی وایسادی برای من میگی هیچ انقلابی بدون ایدئولوژی، آقا برو گم شو مردک. دیگه آدم زورش میاد، یعنی ما شانس آوردیم که اقلا از طریق فیسبوک با هم دعوا میکنیم. اگر روبرو هم باشیم هر دو ساعتی پیرن و کت و یقه هم دیگر میخوایم پاره کنیم. آخه مرد ناحسابی، ما چه کار داشتیم به انقلاب و ایدئولوژیک انقلابی و فلان؟ بعد برش نشتم آقای خمینی و دوستاش هم میخواستن مثل شما و دوستاد هی بشینین تا اول بگو با کیان کیستی و من دارم زیر پامو میسازم و الان زیر پامو کثیف کردم با برم بشورم و اینا هنوز تو عراق داشتن آفتاب تارت میگرفتن و داشتن توی پاریس زیر درخت سیب میخوردن. کارمون خیلی خرابه دوستان. هی نشینید تو تلویزیونا به درود به شما با سلام های گرامی، همین دوستمون، با درود به شما آشنای گرامی جناب سوربی. امروز دیدم آقای کیانزاد، دکتر کیانزاد برای یکی نوشته بود نمیدونم با درود به سروران میخواستم درباره سرور گفتم آقا انقدر زور زدن به جایی هم نرسیدن که از شر شاه و شازده و میرزا نجات پیدا کنم، از اون بیچاره آقای رضا شاه. فکر کردیم نجات پیدا کردیم، انقلاب شد، دیدیم بعد از بدتر شد، شد آیت الله، حجت الاسلام، آخوند، نمیدونم آقازاده و الی آخر. خب حالا دستتون درد نکنه، حالا دیگه دارین میکنیش کدبان، کدبانو، فرهیخته، دیگه یکی دیگه چیه؟ سرور. آقا سرور کیه؟ خدمتکار کیه؟ خجالت بکشید، مثل آدم بنویسید برای هم. یعنی دوست عزیز میخوای احترامش بذاری، دوست عزیز و گرامی به شما نیست، اما بری الان نامه کیانزاد میارم نشون میده. در هر صورت و اشبا از سرشار و اشبا از اطلاعات نادرست چقدر مغرور باشم. آقای سوربی این مزاحمت را خودتان خواستید، بدون پوزش از شما سپاسگزارم. در ضمن حتما خودتان متوجه شدید افشارها حمایت و همراهی با جمهوری اسلامی را قدم به قدم پیش برد. نه عزیز من، آقای افشارها یه باورمندیه که من گلومو دارم پاره میکنم میگم 80 میلیونن. برید همین امروز که جمعه هست ببینید آیت الله خاتمی توی نماز جمعه امروز چی گفته و اونا چقدر مداوم و قشنگ و مرتب هر هفته دارن این نمازها رو برف، سنگ، نمیدونم گرما، سرما اجرا میکنن. من شما هم هست رو کامپیوتر به افشارها فوش میدیم، به چمنارها فوش میدیم. دو روز دیگه هم تا آقای احمدی یه چیزی بگه مخالف نظر شما به اونم فوش میدیم و به اونم میگه آقا هم ببو هم هر خری میدونه که احمدی شما نمیدونی، یعنی شما نمیدونی که آقای نصر احمدی مأمور جمهوری اسلامیه. یه کاری هم میکنن که طرف بگه آقا میدونم، دست از سرم برد. نه ایزم این راهش نیست. شما بشین اول بیا به مردم بگو کی هستی، عکستو بذار، ویدیو بذار، صحبت کن، از این ترسناکی بیا بیرون. والا بلا من فکر نمی کنم هیچ کسی به شما کاری داشته باشه.
حالا اگه شما نمیخوای بگی جزء حزب کموله بودی، بعد دیدی کموله خیلی سخته، گفتی خب حالا برم پناهنده بشم. خنده داره، رفتم کموله، دیدم کموله جانم در خطره، آمدم. اوکی. خب بله، یه گروهی هم هست به نام آقای رضا بدیعی. این رضا بدیعی اون فیلمسازه نبود، نه؟ در صورت یادآوری نشست یک شنبه 11 دسامبر، اینام انقدر نشست گذاشتن، عذر میخوام که دیگه نشست همشون خسته شد. دیدید یه جایی میشینید، مثلا اگه صندلی ناراحت باشه، 3 ساعت که میشینید، شیرازی ها ببخشید میگفتن کونم کیس رفت. نمیدونم کلمه کیس یعنی چی. تو هواپیما این اتفاق میفته، وقتی میشینید 5 ساعت 4 ساعت پرواز میکنه، بعد اصلا این استخون لگن انگار رفته تو گوشتتون. اینو بهش چی میگیم این فارسی؟ اینا هم چپ و راست نشست. برای همین آقای رضا بدیعی نوشتم آقا این نشست ها حاصلی هم داشته؟ خب بیاین بگید، بیاین بگید ما میخواستیم 2 تن هیزم از اینجا بکشیم بیاریم اینجا برای زمستون آتیش بزنیم، و الان 1.5 تن آمده. مردم میگن بابا خیلی خوبه، 2 تن 8، 1.5، 1.5 6، 6/8 کار انجام شده، 3/4 کار انجام شده. هر هفته مش پیروپاتالی که اگه قرص صبحتون رو نخورین شب دیگه زنده نیست، اگه شب نخورین خوابتون نمبره، فرد صبح دیگه بیدار نمیشین، چون خوابتون نمبره بعد صبح که دیگه چیز شده خوابیدید مردید. برید آقا، برید دنبال کارتون، برید. اینم از این. و اما آقای مهدی، آها ببین، آفتاب آمد دلیل آفتاب، نوشتاری از سرور دکتر طالع. نگاه کن دوستان، اینا میخوان من و شما رو آزاد کنن. دکتر کیانزاد، با همین آقای دکتر کیانزاد یه دفعه صحبت کردیم، ایشونم هر جایی که بگی عضوه. حالا شما ایراد میگیری از آقای چمنارا، ایشون تو هر سازمانی که بگی عضو. اوکی بفهم. با درود به سروران گرامی، نوشتاری از سرور دکتر طاله، مسئول هیئت اجرایی حزب پانیرانیست، با مهر کیانزاد. حالا حزب پانیرانیست چیش مونده؟ مورچه چیه که کله پاچش چی باشه؟ یادداشت شماره 801. قبل از این 800 تا یادداشت نوشتن دوستان، 800 تا، نه 8 تا. بذارید من اینو ببینم اینجوری بهتر میشه. نمیدونم چرا این صفحه تو این بیارمش، ببینم این درست میشه. رزولوشنش این، اینم این، یه ها یه جایی ریشی، بله پیداش کرد. خب 1/33 بذاریم، 1 aspect ratio. این دیروز کاری که میکردیم، آها حالا درست شد. این برای همین صفحه کامپیوترها و اینایی که مال ما مثل خودمون توپلن چهار گوشن. اون یکی برای اونایی بود که قدیم بودن، به اصطلاح برای اونایی که جدیدترن و مستطیل هستن. خب یادداشت شماره 801 میگه کی بود؟ کی بود؟ من نبودم. حالا که کار به اینجا رسیده است، کسی که تا دیروز برجام، یعنی همون برنامه جامعه اقدام مشترک برای به بند کشیدن و اسارت ملت و فلان اینان را، فتح الفتوح، آفتاب تابان، علاج همه دردها از جمله آب خوردن مردم و و و و میدانست، با عنوان کردن مشورت از خود سلب مسئولیت میکنه. رئیس مجلس شورای اسلامی که در 20 دقیقه برجام را با ایجاد جو تهدید و ارعاب و استناد به حکم به تصویب رسانید، اکنون که کار به اینجا رسیده است، باره برجام میگوید در برخی بخش ها عجله وجود داشت. پرسش این است، آقای لاریجانی، شما که میدانستید در پذیرش بخش های از برجام عجله وجود داشت، چرا تنها در 20 دقیقه با اعمال فشار برجام را برای مجلس فلان رساندید و فلان؟ آقای هوشنگ طاله اینو دیروز فرستاده، حتما اون آقای لاریجانی هم به ایشون پاسخ میده، درست مثل اون 800 یادداشت دیگه. آقا ببخشید من اینو میگم،
بابا اینا اصلا شماها رو جزو آدم نمیدونن. آقای حسن ماسالی ورداشته یه توماری رو فرستاده، میگم آقای ماسالی این تومارا کار میکنه؟ ایشون میگه نه، آخرش باید دست به اسلحه بشه اگه کسی میخواد. میگم خب پس چرا وقت خودتون رو تلف میکنی؟ دوستان خداییش شما اگه جای شاه بودید دلتون نمیخواست خمینی و دوستاش تومار میفرستادن ایران و شما هم امضا انقلابیون هم امضا میکردن به جای اینکه انقلاب بشه؟ و اگر اونا تومار فرستاده بودن انقلابی انجام میشد؟ آخه چند بار باید بگیم کو گوش شنوا. بریم توی پرونده ها ببینیم چی گذاشتیم توی زفدونی. بله خب، در رابطه با ببو، آقای چمنارا هم همینجوری که برنامه و طرف مهندسه، طرف نمیدونم نیروگاه های برق درست میکنه تو هندوستان و این بر اون بر، وقتی یه برنامه رو شروع میکنه بعد میشینه نگاه میکنه اشکالاش ردیف میکنه، چیز میکنه، برطرف میکنه، بهترش میکنه. همین امروز ساعت 12:10 تقریبا 2 ساعت قبل برای من نوشتن که آقای سوربی برای برنامه های اندیشکده قانون اساسی پارلمانی در روزهای دوشنبه ساعت 3 عصر به وقت واشنگتن موارد زیر را پیشنهاد میکنم، بعد از موافقت آقای دکتر نصر احمدی بعدن با آن عمل خواهیم کرد. والا اگه همه مامورای جمهوری اسلامی مثل این آقای چمنارا هستن، شما یه دوجینیشو بفرست بیاد اینجا. برنامه رو خریده داده به یه نفر دیگه، میگه من آقا کسی پیدا بشه من حرف نمیزنم، من حرفی ندارم، سالها دنبال این میگشتم، حالا که این هیچ کدوم از ما این کارو میکنیم، یه میکروفون بیفته دستمون بدیم دست یکی دیگه، بگیم آقا ما بلندگو رو میگیریم دستمون، شما تو میکروفون حرف بزن. بعدم میگه که 15 دقیقه 10 دقیقه مردم بیان. شما میخواستی بیاید از آقای احمدی اگر خوشت میاد 10 دقیقه 15 دقیقه مهمونشون باشی، توی برنامه قدردانی کنی، دیگران رو هم تشویق کنی. مگه آمریکایی‌ها ندارن تستمونیال؟ طرف میاد توی برنامه نگاه کنید، اینا داره مثلا یه کامپیوتر میفروشه، الان مخصوصا الان ایام کریسمس، خانمه زنگ میزنه یکی میخره، بعدم میگه ضمناً من از شما پارسال یه دونه خریدم، این تستمونیال شهادت نمیشه. یعنی چی بگم والا؟ چرا تستمونی شهادت هم میشه، مثلا شاهدو میارن میگن توی تستمونیش اینه گفت. طرف میاد میگه آقا من از روزی که مثلا کتاب آقای نصر احمدی رو خوندم فهمیدم که اشکال ما اینه، شما که بگی 4 تای دیگه هم که شما رو قبول دارن اسمتو میشناسن، نه اونایی که هم ببوان هم خرنا، اونا که همه چی رو میدونن. اگه شما نمیدونی، هر خری هر ببوی میدونه. نه آقا من نمیدونم. حالا که من نمیدونم، شما 10 دقیقه وقت صرف دوستت کن، بیا به من بگو که چرا میگی آقای چمنارا مأمور جمهوری اسلامی، مهمون منم باش، ولی بیا حرف بزن، تصویرت هم نخواد نمیخواد نشون بده، پیام بذار، زنگ بزن پیام بذار. اصلا زنگی میزنی پیام میذاری یه چیزی هم اینا میدونی که کفشو باهاش تمیز میکنن، ولی الان چون تمیزه این ابره. اینو من بعضی وقتا برای میکروفون و جای استفاده میکنم که صدا نده. شما گوشی رو که گرفت دستت یه چیزی مثل بذاردن که صدا عوض بشه. آخه من نمیدونم چند میلیون نفر شما رو میشناسن با صدا. والا من بعضی وقتا میام پیام خودم رو گوش میکنم، نمیفهمم خودم یا داداشم یا دوستم، صداها اینجوری نزدیکه. چند نفر شما رو میشناسن که اگه با صدا هم صحبت کنی جمهوری اسلامی که به تمام حرکات و تمام نمیدونم فعالیت های ما آگاه هست آگاه تر میشه. آقا کدوم فعالیت، کدوم حرکت؟ گول خود گول من بزن. آخه منم که گول نمیخورم که، الان سالهاست دیدیست که اگه گول خورده بودم به پیشنهاد داور رئیس جمهور میشدم، نمیدونم رهبر معنوی میشدم، حخا میشدم و الی آخر. هر کی اومد گفت میگم نه آقا من همینم، من میخوام با دوستام صحبت کنم یه چیزی یاد بگیرم. ولی نه دوستای مثل عمر فلانی، میدونم الان این پتیک مینسه و امروز 60 دقیقه این پتیکم جانور عجیبی است. الان مثلا 51 دقیقه درباره ببو صحبت کردی و درباره این، ولی آقا بعضی وقتا واقعا 1 ساعت هم کمه، 2 ساعت هم کمه. تمومش کنیم بریم سراغ
چیزایی که برای امروز گذاشتیم. بله، یه دوستی امروز من باهاش تماس گرفتم، گفتم آقا سال 2017 آمد ولی شما نیومدی، قرار بود شما بیای یا برنامه بذاری و آدم خوبیه، ورزشکار، برنامه گذار اینا. گفت والا مشکل برام پیش اومده، پس بچه‌م مریض بوده و اینها. گفتیم خب همین که گفتی اصلا دیگه بلکن، شما همه زندگی تو بلکن، برو سراغ بچه، بچت باید سالم باشه، هیچ کسی هم نمیتونه بگی که عذر شما موجه نیست. برای من بعدن نوشت که یک موضوعی، مجاهدین خلق در حال جذب نیرو هستند، مدتیه که در حال بحث کردن با من هستند و بسیار تحت فشار قرار دادن من را برای پیوستن به این حزب، که بنده با کلام آرام و نسبتاً منطقی مخالفت خود را نشان داده و امتناع کرده. این دوست ما حالا تازه دخترش از بیمارستان آورده، چند ماه دیگه خانمش میخواد یه بچه به دنیا بیاره، 3 ماه 2 ماه 3 هفته هم چیز. گفتم آقا میخواستی از این بپرسی کلک بزنیم بهشون؟ بگو بله من حاضرم بیام. چی کار باید بکنم؟ باید اول زنم رو طلاق بدم؟ بچه ها که دنیا اومد بچه ها رو بگیرم بدم به خانواده ها، بعد زنم رو بیارم بدم به آقای مسعود رجبی؟ اینه مجاهدین؟ یا این که شما ها چون این کار کردی حالا یه کمی ناراحتید که چرا گول خوردید، زنتون رو دادید، بچه هاتون رو در به در کردید، میگید دیدید معتادا دوست دارن یکی دیگرم بیارن معتاد کنن. میدونید چرا؟ بعضی ها میگن تنها نباشن. نه، برای که اینجوری پول موادشون ارزونتر میشه، چون تا اون مدتی که شما بلد نیستی باید از این بخری. اینم چه کار میکنه؟ دو تا چهار تا به حساب نمیکنه که، دو تا هشت تا به حساب میکنه، میره میخره، ازش کش میره، باقیشو به تو میده، اصلا یه پولی هم میسازه. و هرچی بیشتر معتاد کنه، این ماجرای مجاهدینه، هرچی بیشتر بیارن خودشون لابد یه درآمدی هم دارن. اینا مثل ریکرودرن. اتفاقا چند تا از اینا که من مسابقه کردم باشون گفتن که یه کسایی هستن که پول میگیرن از سازمان مجاهدین. شما تو ترکیه تو نمیدونم فلان جا در به در بودی، این گفته آقا راهش اینه، بلند شو برو عراق، از عراق میاریم اینجا. اونجاست که باید بگیم هر بابوی هر خری میفهمید که این کارو نباید بکنه، ولی رفتن کردن. شما ببین اینا چه قدرتی دارن که اونا رو میپیچونن. خب خیلی خوشحالم که شما قبول نکردی و نکن، و بهشون بگو حالا تازه شما که توی نروژ یا بلژیک به من میگی بیا به اینا بپیوند، چرا خودت اینجا نشستی؟ حتما زنت جوون، فعلا دلت نمیاد اینو طلاق بدی، گذاشتی یه کمی استفاده کنی بعدن بهش بدی. بدش برنش برو آقا عراق هم که دیگه نیست که، برنش برو تو آلبانی. من تو آلبانی نمیدونم چیکار میکنن اینا، صبح چیکار میکنن مثلا سالن اونجا رو تمیز میکنن. این شد مبارزه با جمهوری اسلامی؟ برنامه شون چیه؟ الان ترامپ اومده اینا دلشون خوش که فردا اسلحه می دست اینا برن. بابا ترامپ از همه رئیس جمهورای قبلی زرنگتره، بیزینسمنه. ببین چجوری اینا رو سر انگشتش داره میچرخونه. اون هنرپیشه رو میاره که دیکاپریو، بعد اون آقای الگو رو میاره، بعد میره بدترین آدم رو که مخالف محیط زیسته میذاره مسئول محیط زیست، EPA Environmental Protection Agency. اون وقت مجاهدین حالا دلشون خوشه آویزون شدن به ترامپ. آقا شما از پس صدام بر نیومدید، شما حریف این عربا نشدید، عربا الان دیگه نظر دارن به مریم. مریم خانم بیا اونجا زیارت. بعدم مریم باید بخونه برای مسعود. پارسال به خدا دست جمعی رفته بودم زیارت، نمیدونم. برید بابا، برید دنبال کارتون. آقا خیلی خوشحالم که شما عاقل هستید و نرفتید. پترول پامپ ویزدم. آها این پترول پامپ، گستیشن اینجا میگن، همون پمپ بنزین، یا تو ایران چی میگن، استگاه تو ایران میگو برم پمپ بنزین بزنم بیام. بعد فکر کنم نوشتن استگاه سوختگیری، یادم نیست. در صورت تابلوهای قشنگیه، گویا بذار ببینیم، اینم ما ریشه اینم عوض کردیم. بله اوکی، کپچر 4:3 میایم اینجا. کامرای 3. دوستان این پروگرامی که من اینجا استفاده میکنم و به تنهایی
خودم دارم برنامه اجرا میکنم، اگه شما خواستید میتونید داشته باشید، نماینده فروشش تو ویرجینیا ما هستیم و این برنامه از 199 دلار شروع میشه تا 1000 دلار، بستگی به استفاده که شما میخواد. استفاده تلویزیون های ایرانی ها من فکر کنم همون 199 ماکسیموم 399 دلار. میگه که stop trying، فکر کردم praying نوشت. نوشتی که تلاش نکن که همه رو خوشحال کنی، شما تکیلا نیستی. تکیلا میدونید که یه عرق مکزیکیه که از کاکتوس میگیرن. It's better to walk alone than a crowd going in the wrong direction. میگه بهتره که تنها بری تا ای که با دیگران دست جمعی بری به یک جای غلط، راه غلط. wrong direction یعنی در یک جهت غلطی. این تابلوه رو گویا این گستشنه بهشون به ارث رسیده وقتی خریدن، ننداختنش دور، استفاده میکنن. چه خط قشنگی هم داره، هر روز میاد روش یه چیز جدید می‌نویسه. Be who you needed when you were younger. این خیلی جالبه. من بعضی از این سیاه‌پوستا رو می‌بینم، حتی سفیدام هستن، میگی که مثلا وقتی که بچه بوده پدرش نبوده و این به پدرش احتیاج شدیدی داشته، این حالا میگی شما پدر باش برای پسرت، برای بچه‌هات باش. اون چیزی رو که اون موقع می‌خواستی و نبود، موقعی که جوان‌تر بودی، حالا تلاش کن که اون باشه. If you have to choose between drinking wine every day or being skinny, which would you choose? Red or white? میگه اگر شما قرار باشه شراب بخورین یا با نخوردن شراب، کدام را انتخاب میکنید؟ بعد بهتون میگه حالا شراب قرمز میخوای یا شراب سفید. یعنی میدونه که اصلا اون لاغر بودن اینا رو شما امتحان به اصطلاح انتخاب نمیکن. When you forgive you heal، when you let go you grow. این heal یعنی شفا یافتن هم میشه، معنیش آرامش هم هست. میگه شما وقتی که ببخشی آرام میشی، شفا پیدا میکنی، راحت میشی، و وقتی هم که بذاری بره رشد و نمو میکنی، بزرگ میشی. If you have a gun you can rob a bank but if you have a bank you can rob everyone. میگی شما اگه یه اسلحه داشته باشید میتونید یه بانک رو برید سرقت کنید، ولی اگه یه بانک داشته باشید میتونید تمام مردم رو سرقت کنید. حالا من نمیدونم این نرخ این 12.3 سنت دیزل این کدوم کشوره، اینجا بیارنش پایین تر شما ببینید. نوشته یه دوستی داریم پرویز، گفته آخر سالی گرفتاره. اتفاقا یه دوستی داریم توسط علی آقا معرفی شده، از ترکیه داره میاد اینجا، گفت که میخواد بره تو کار کامیون. گفتم اول برو برای دیگران رانندگی کن، چم و خمش رو یاد بگی، بعدن برای خودت کار. خلاصه این میگه که اگر یه اسلحه داشته باشین میتونید یه بانک رو سرقت کنید، ولی اگه یه بانک داشته باشید میتونید همه مشتریاتون رو سرقت کنید. Forgiveness does not change the past but it does enlarge the future. میگه بخشندگی یا بخشش گذشته رو عوض نمی کنه، ولی میتونه آینده شما رو، کلمه enlarge میدونید وقتی یه چیزی بزرگه مثلا میگن لارج، حالا یعنی بهترش کنه، بزرگتر، آیندتون رو بزرگتر کنه. In a world where you can be anything be can، میگه تو دنیایی که شما میتونی همه آشغالی باشی یا همه چیزی باشی، خب مهربان باش. اینو حالا میگی بابا، میذاشتی اول برنامه میگفتی که ما به این دوستامون اذیت نکنیم، هم آقای عمر محمدی رو از خودمون ناراحت نکنیم، هم بابو. When you make a commitment you build hope, when you keep it you build trust. Commitment وقتی که تعهدی، یه مسئولیتی رو آدم قبول میکنه. مثلا من قبول میکنم هر روز ساعت 8 صبح بیام دنبال شما که ماشین نداری، من به شما کامیتمنت دادم. ولی وقتی عملش میکنم اطمینان شما رو به خودم جلب کردم.
در این موردم بارها من صحبت کردم، چون میبینم ایرانی میگه آقا ما پول نخواستیم که، حالا دیر اومدیم که دیر اومدیم. آقا شما که پول نمیخوای باید سر وقت بیای. اونی که تاکسی پول میخواد اگر دیر آمد ولش میکنی میریم یه تاکسی دیگه میگیری. May your choices reflect your hopes not your fear. نلسون ماندلا میگه که امیدوارم که به اصطلاح انتخابات شما، گزینه های شما ریفلکت کردن یعنی منعکس کنه اون امید و آرزوهاتون رو، نه ترس ها و وحشت هایی که در زندگی دارید. The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. Well done Kevin on gold. من نمیدونم این Kevin on gold یعنی چی. والا ما یک Kevin داشتیم خیلی کارش خراب از آب در اومد، دروغ گفت فلان، بعد از بس دروغ گفت بعدن کردنش کاوه، حالا امیدواری راستگو شده باشه. در اصل میگی که بهترین موقع کاشتن یه درخت 20 سال پیش بود، دومین موقع بهترین الانه، برو به کار. اینم خوبیش بگی که این جملای ساده ای رو انتخاب میکنه می نیسته. Why do we only rest in peace? Why don't we live in peace too? میدونید که اینجا وقتی یکی میمیره، وقتی همجور که به ایرانی میگیم که مثلا خدا بیامرزتش، آمریکایی‌ها میگن rest in peace. peace یعنی صلح و آرامش، rest هم یعنی خوابیدن، استراحت کردن. میگیم امیدواریم که روحش قرین آرامش و رحمت باشه. میگی بابا چرا تا زنده هستین توی این peace، این آرسایش، این آرامش، این رحمت زندگی نمی کنی؟ این هم از این. و اما امروز ما با شما یک ساعت و نیم خواهیم بود. این دوباره همینه، جهت اطلاع شرکت کنندگان در سمینار لطفاً به پیوست نگاه کنید. آقای هوشنگ آریانپور فرستادن. دوستان فقط شما نگاه کنید، این خانم ها و آقایون بعد از 38 سال دارن چه کار میکنن. یادتون چند مدت پیش آقای لاجوردی میخواست بررسی کنه که چرا اپوزیسیون به جایی نرسیده، بعدم دیگه جوابش نیومد، چون میدونی اینا مسافرت هم که میرن بعدش دوباره میرن استراحت تا یه 3-4 ماهی قبل از نشست سال دیگه. برای شرکت کنندگان در سمینار خیابان جفرسون شنبه بسته است، ورود از اون فلان نه، حالا این مهم نیست، برگزاریش اینه که به اصطلاح تایتلش اینه، نوشته برگزاری سمینار پیش کنگره سازمان‌های جبهه ملی در خارج از کشور. اینه که می‌نویسه شما میگید وای یه سمیناری میخوان بذارن، تازه این پیش کنگره است که سازمان‌های جبهه ملی در خارج از کشور بیان. آقا خانم مورچه چیه که کله پاچش چیه؟ من گفتم خود من سال 2001 هومسیک میشید، هومسیک یعنی غربت بهتون اثر میکنه، میای هی از آمریکا یا این ور میای تو جامعه خودت، رفتیم تو جامعه خودمون، اینو بشناس اونو بشناس، آقای اینم اینا انواری رو بشناس، دکتر بهار رو بشناس، آقای تهرانی رو بشناس، همین داداش آقای چمنارا رو بشناس، آقای سرشار رو بشناس، خانم نمیدونم فلانی رو بشناس. هر جا رفتیم دیدیم آقا همشون یه اشکالی دارن، از همه بی اشکالتر ما جبهه ملی ایران رو پیدا کردیم. چند جلسه که رفتیم دیدیم چی گفتن؟ انشعاب پیدا شد. گفتیم انشعاب دیگه برای چی؟ میدونیم که ایران با اینجا جدان، چون اونا نمیتونن حرف بزنن فلان بیسار. گفت نه آقا شعبه ویرجینیا رو میخوام از مریلند جدا کنیم. حالا همشون رو هم دیگه 22 نفر بودن که من جوانترینش بودم، بدون اقراق میگم از من جوانتر توش نبود، که دفعه هم خواستن منو تنبیه کنن که چرا من میگم آقا میرید چلو کباب میخورید با پیاز میان اینجا آروم میزنید، اول بیان اینا رو انجام بدید بعد برید اونجا بشینید چلو کباب بخورید عرق بخورید. گفتن خواهره که اینجوری سربی بشه مدیر جلسه کار خیلی مشکلی هم هست، فکر این آقای مختار اینجوری کرد. خلاصه حالا اینا میخوان برن چی کار کنن؟ به اطلاع می نیستاند فلان هیئت اجرایی
میدونی که این رسمه، سه تا تاپیک یا موضوع یا چند تا نوشتن، حالا من میخوام اینا رو برای شما توضیح بدم که از قبل آماده باشید اگه یه وقت هفته دیگه، نه اینا 20 آذر فردا میرن، اگه هفته دیگه یه وقت طوری شد بدونید اینا زحمت کشیدن، اینا رفتن اونجا. یک، بررسی اوضاع ایران و وظایف اپوزیسیون در قبال آن. یعنی اینا هنوز اوضاع ایران خبر ندارن، تازه میخوان فردا برن بشینن بررسی کنن، هنوز وظایف اپوزیسیون ندارن، به اصطلاح شهر وظایف و اینا ندارن، فردا هم اونو انجام میدن هم اینو تصمیم میگیرن. دو، ضرورت و راه‌های اتحاد اپوزیسیون دموکرات. یعنی دوباره چی؟ دوباره میخوایم بگیم بیان با هم جمع بشیم. سال 2003 آقای بیژن مهر، دکتر مدنی اون موقع زنده بود، آقای حسیبی کلاش آمده بود اینجا و اینا میخواستن چی کنن. اون موقع هم نشد، اون آقای قائم مقامیه کی اگه از نیویورک آمده بود که میگه آقا چرا دوربین میارید اینجا، گفتیم بابا جلسه عمومیه، از مردم دعوت کردید، حالا داریم دوربین میاریم که اونایی که نمیتونن بیان ببینن اینجا چی شده، تازه این سندی باشه برای ثبت در زمان در تاریخ. گفت نه آقا، مگه میشه تو اتاق خواب ما هم دوربین بیارین؟ گفتم آره، کی خواسته بیار تو اتاق خواب شما؟ دست که خیلی دلت میخواد یک کسی پیدا بشه دوربین بیاره تو اتاق خواب. این منطق اون آقای دکترم بود، دکتر. خب پس این دو تا موضوع، من گفتم سه تا، اشکال شد. به پیوست اطلاعیه برگزاری سمینار و نقشه محل آن برای شما ارسال میگرده. بسیار بسیار عالی. info@iranazad.info یک شنبه نتیجهش اعلام میکنن که چه پیشرفتی شد و فهمیدن چه کار داره میشه تو ایران و اینا باید چه کار کنن. یک هفتاد رفت و در خوابی، مگر این هفت روز رو دریابی. تو ایران خیلی رسم شده، الان از این بنر میزنن، اونجا هم بهش میگن بنر. طرف میره نمیدونم بچهش از دبیرستان، به قول آقای آریانپور میگه فارغ التحصیل، مدرک دیپلم میگیره، وقتی برمیگرده براش نوشتن که مثلا پسر جان دیپلمت مبارک و مادرت نمیدونم یه چه مشخصی. حالا اینجا نمیدونم این تابلو درست یا نه، چون خط خوبی نداره، مثل که خودش نوشته. کربلایی جواد، منم دلم میخواست برم کربلا ولی شما پولمو ندادی نرفتم، ولی خودت رفتی، خدا قبول نکنه، از طرف خسرو و کلهور. با یه آقای کلهور اینجا آشنا بودیم، محمد کلهور، یه جورایی هم شیرازی بود، یه کلهور دیگه هم که موزیسین بود، کمونچه میزد و اینها، مثلا خانواده کلهورها همه هنرمند هم. ولی این آقای محمد کلهور یه فیلمی بود، جوان بود توی این رادیو آمد و خلاصه برنامه بهش دادن، یه مدتی بود این رادیو رو هیچکی نمیخواست قبول کنه، صبحای شنبه بره، صبح شنبه شبش رفتی بیرون مهمونی اینها، باید بلند شد، هر کی میرسید کلید چی میدن، میگفت شما فرد صبح بیار، کلید دادن دست این آقای محمد کلهور و ایشون هم آمد و ما مسخونه داشتیم گوش میدادیم. آقای کلهور شروع کرد برنامه رو با اون شور و هیجان، خیلی هم دستاش اینجوری تکون میداد، لاغرم بود. خلاص وقتی میگم رادیو، اینجا میدونی رادیو تلویزیونی هم هست، رادیو هست تصویر میشه رادیو تلویزیون. بعد صحبت کرد راجع به ایران، میدونید که اون موقع ایران تمام این افغانستان و فلان اینها مال ایران بود. بعد یه آقای زنگ زد گفت آقا اینجوری نیست که، آقای افغانی بود، آقا اینجوری نیست که افغانستان از فلان تاریخ اینجوری شد، از فلان موقع اونجوری شد و تازه ایران جزء این بود و اینا. بعد گفت بله بله بله، شما درست میگید. اینجوری هم میگن، شما درست میگید. دو دقیقه بعدش یکی دیگه زنگ زد گفت آقا این چی داره میگه، شما برو تمام نقشه ها رو نگاه کن، دو تا قدرت بوده توی دنیا، ایران بوده و روم باستان و این نصف دنیا رو داشته اون نصف دنیا. دوباره محمد کلهور گفت بله بله بله، شما درست میگی. آقای علی سرشار زنگ زد گفت آقای کلهور چجوری میشه هم اون درست بگه هم این درست بگه؟ گفت بله بله بله، شما درست میگی. شماها مجری اینجوری میخوان. محمد کلهور
تازه این یه مجری با سابقه بود، از تلویزیون ایران اومده بود. You always say hello when you're answering the phone. Why? میگه هر وقت شما تلفن به یکی میزنید میگید hello. من فکر میکردم برای سلامه، ولی این دوستمون طبق مدرکی که اینا، البته این مدرکا رو میدونید، عکس میگیرن میدن به کامپیوتر، عکس رو براتون کهنه میکنه که یعنی این مال مثلا 100 سال پیشه. در اصل حالا این دوستمون این عکس هم فرستاده که ببینید و اینا سندش. You always say، من نمیدونم هنوز چرا توی این که میبرم اینجوری میشه، بذار ببینیم یه چیزی هنوز این ریشیو میشیو اشکال داره، اون آتش کنیم. بله بهتر شد. بله میگه شما همیشه تلفن که زنگ میزنه گوشی رو که برمیدارید مینویسید که به اصطلاح چی میگه؟ میگید hello، میگی که nice information، اینم یک اطلاع خوب. When you lift the phone you say hello، وقتی گوشی رو برمیدارید میگه do you know what is the real meaning، میگه میدونید واقعا چرا معنیش، معنی hello چیه و چرا. It is the name of a girl، این اسم یه دختری هست یا بوده. Yes. And do you know who that girl is؟ نه. میدونید کی بوده؟ میگیم نه. خانم مارگارت هلو، she was the girlfriend of Graham Bell. گراهام بل میدونید که این تلفن، حتی لامپ هم میگن یه جورایی این بود، آره ادیسون مثل که این وسط کلک زد. Who invented telephone؟ Graham Bell. First word on this phone after his invention، بعد از این اختراعش، was hello. That practice of starting the call with hello still continue، که این هنوز هم ادامه داره. One can forget the name of Graham Bell but not his girlfriend، that is love. میگه که به خاطر همین خیلی از ماها یاد اسم گراهام بل رو فراموش کردیم، ولی اسم دوست دخترش رو نه. اولا وقتی نمیدونستیم، من فکر میکردم میگن هلو سلام، و چجوری این هلو سلامه. بعدم اگه این دخترش بوده، آقای گراهام بل به دوست دخترش فامیلش رو میگفته، نمیگفته مارگارت. اینجا مارگارت و میگن میگن، مارجری میگن، نمیدونم چی میگن. آمریکایی‌ها شاید اون موقع به اسم از اینا خیلی مال ما میگیم دیگه، ابن نداره. همین دوستمون برای من نوشته بود که میدونی اوکی یعنی چی؟ گفتم آره یه دفعه تو برنامه نشون دادم. اینجا او یعنی اون علامت زیرو بوده، کی هم برای کیلد، زیرو کیل. موقع میگن بعد از جنگ جهانی که خیلی کشت، بعد از جنگ دوم، بعد از جنگ‌های داخلی آمریکا، خونه به خونه میرن که ببینن کیا کشته شدن. اینها مثلا در میزنن در این خونه، میگه کسی کشته شده، میگه نه کس کشته نشده، مینویسن زیرو که همون بعدن شده او کی، زیرو کیل، یعنی اینجا کسی کشته نشده. ایشون گفت نه این نیست. یکی به یه انگلیسی به منشیش میگفته all clear all correct، گفتم این که با AC باشه، بعدم نه او نه چیز، در اصل ممانند. از این چیزها زیاده برای آدمای چی بیکار که وقتشون رو با تلویزیون با فیسبوک بگذارن. آقای ببو، خانم ببو، شما اگه میخوای کاری انجام بدی، کامپیوتر تلویزیون جاش نیست، باور کنید. چند بار تا حالا بله میخوام بگی که مثل طرف با کامپیوتر، نه آقا اونم رفت تو خیابون، درست کامپیوتر دستش بود ولی رفت تو خیابون. اون پسر اصلا بلند شد از اینجا رفت مثل، پسر تو سان فرانسیسکو بود، بله با تبلت و با نمیدونم فیسبوک انقلاب کردن، ولی بلند شد رفت. و این به این سادگی هم که الان اینا گفتن نبوده، خدا میدونه چه وسائل و تسهیلاتی براش از قبل آماده کرده بودن تا اینم شد بره. و اما یک کتابی هست به نام از دیکتاتوری به دموکراسی، اثر جین شارپ. من اینو قبلا هم خونده بودم، خیلی هم طولانی نیست، ولی سوال اینه که خب دیکتاتوری‌ها رو که ما خوب بلدیم، حالا نمیگیم تو دوتاش بزرگ شدیم که نایر خانم از ما ناراحت بشه، چون نایر خانم
نوشته بود که آقا این رضا بیحال که از اول هم نمیخواست باشه، حالا هم که ول کرده، ولی باباش با بزرگش آدم های خوبی هست. والا بلا ما نمیگیم شاه آدم بدی بود، ما نمیگیم آقای رضا شاه آدم بدی بود، ما میگیم این آقای شاه به درد شاهی نمیخورد. آقای مسعود سهیلی برای من فرستاده، چه زجری کشید، یه عکس اینجوری شاه نشسته ولی آدم بغل دست. میگم خب آقا معلومه وقتی کلاس دهم تموم نکنی بعد بری ادا در بیاری که همه چیز رو میفهمی، تازه بخوای به انگلیسی هایی هم که دنیا رو گرفتن درس بدی آموزش بدی، معلومه که خودت هم رنج میبری. امتحانش ساده است، شما امروز توی مهمونی که رفتی بگو دکتر جراح قلب هستی، ایرانی هم که فوری همونجا تو مهمونی میخواد قلبش رو براش جراحی کنی که حالا امتحان بتونه بیشتر نمیدونم زولبیا و بامیه و کیک بخوره. ببین چه مشکلی داری که شما باید نقش یک کسی رو که نیستی بازی کنی. این اشکالش این بود. آقا این کاری که آقای رضا پهلوی الان کرده قابل ستایشه، قابل احترامه. خود من حالا دیگه خانم وفایرم کرده بیرون، زنگ بزنم به دفترش بگم آقا جونت بالا اومد، درست بعد از 30 سال، ولی میگن هر وقت ماهی رو از آب بگیری تازه است. برو آقا دنبال کارت، برو دنبال تفریح، دوبین ورد از دخترات فیلم بگیر، پس فردا عروسی اون بزرگه است، نمیدونم 2 روز دیگه اون یکی میخواد بره دانشگاه، برو دنبال کار زندگی. بابات هم میخواسته بدبخت تو کار هنرپیشگی و فیلم و اینها باشه، باباش گفته بود من آرزوم اینه که مثل کارمندا صبح بیام سر کار، بعد از اون تعطیل بشم برم خونه دنبال زن و بچه‌ام. خب برو آقا، من کسی مجبورت کرده بود؟ ما اینو داریم میگیم نه یه خانم، ما که با اینا اصلا با مرده هر کسی دشمن باشه آدم احمقی باید باشه. البته آقای بابو به ما گفته ما هم خریم هم احمق نیم. حالا دیگه در اصل این از دیکتاتوری به دموکراسی، خب شما اول بیا به من بگو دموکراسی چیه، به من بگو دموکراسی چیه. مثل این دوستان طرفدار خدا که میگیم آقا خدا چیه، میگه نه جسمه نه مایه نه نوره نه گرما نه سرما. میگیم خب چیه، یه چیز جدید براش انتخاب کردی؟ بعد از اون برم میگه اسم هزار تا چی، اسم خدا، کریم هست، رحیم هست، بزرگ هست، کوچیک هست، بالا هست، پایین هست. شما من بگو این دموکراسی چیه؟ کدوم کشور تا حالا این دوستان کمونیست، ما بارها بهشون گفتیم آقا کارگری کمونیست، آقای دکتر صالحی‌نیا بود، دیوونه بود من بقید. بیا با من بگو که شما که اینقدر کار، البته بدبخت واقعا زحمت میکشید با وجود که دکتر بود ولی کار میکرد از لحاظ کار کارگری اینا، منظورتون چی از این حکومت مثلا کارگری؟ یه نفر که کارگری میخوای بیا بذاری رئیس اونجا بشه، خب خودش هم موقع میدونه نمیدونه چه کار کنه، این بلد کار کنه، بلد نیست با دفتر و کاغذ و اینا. و اگرم میگی اگه کسی هم با دفتر و کاغذ کار میکنه خب اونم یه نوع کار انجام میده، پس کارگره، پس همین الان هم حکومت ها حکومت کارگریه. آقای ترامپ هم که تو عمرش 1 هفته برای باباش کار کرده، همین هم فکر میکنه خیلی زحمت کشیده، میگه شما نمیدونید من چه زحمت کشیدم، من با یه سرمایه خیلی کمی به روایت 1 میلیون به روایت 14 میلیون پول گرفته، میگه من با این شروع کردم امروز میبینید اینجا هستم. من فکر کنم این وضع مالیاتیش و وضع مالیش بده و الان یه راهی پیدا کرد که بیاد تو وایت هاوس. دیشب مثلا وزیر امیر نمیدونم یکی از این امیرای کجاست امارات اینجا بوده، $100,000 پول یه اتاق داده، اینترنشنال هتل مال چیز، فکر کنم از این لحاظ دوباره اومد تو کار بیزینس، از این لحاظش زبل و باهوش. و اما دوباره همون نوشتاری از سرور دکتر فلان، نوشتاری از سرور، اینا هم 70-80 تا هستن همه پیروپاتا، این یکی که میفرسه همشون هم بی سی سی میفرسن، ببخشید سی سی میفرسن، هنوز بلد نیستن از بی سی سی استفاده کن، یعنی خدا نکنه اسیر بشی تو یکی از این نامه ها، برد از صبح تا عصر 50 تاش میاد، ولی یه حسنی داره، شما میتونی بفهمی که کدومش چه ساعتی بیدار شده که حالا فرستاد، اون یکی دیگه 10 دقیقه دیگه میفرسه، اون یکی 2 ساعت دیگه میفرسه و الی آخر. یکی از خصوصیات اخلاقی ناپسند اکثر ما ایرانیان خودشیفتگی و حسادت است که گهگاه آها آقای آریان پور یه چیزی نوشته بود
درباره آقای عباس میلانی، ما اون رو خوندیم گفتیم اینم آقای آریانپور نوشته، خود ما هم اینجا میگن سکن، یعنی تاییدش کردیم گفتیم بله این فکر درستی. آقای عباس میلانی دکتر نازنین که هر کی هر چی کار میکنه، هر کی هر چی پول میده، از اردشیر زاهدی گرفته تا هر جا، همه رو به اسم زحمات خودت مینیسی ابم نداره، اوکی زحمت کشیدی، ولی شما یه دفعه چند سال زندگی شاه وقتی 11 سال و نیمش بوده رفته سوئیس، بعد از 4 سال و نیم از مدرسه اخراجش کردن، اینو هیچی ننوشتی. چرا؟ حالا اینو داشته باشید دوستان که شما میگی نامه منو برای آقای افشارها بفرست، میگم نمیفرستم، اون موقع بلد نبودم این کارو میکردم، به این دوستم هم همینه بگم. ببین ایشون نشته با سلام، یک درد دل محرمانه و دوستانه، یکی از خصوصیات اخلاقی ناپسند اکثر ما ایرانیان خودشیفتگی و حسادت است که گهگاه توأم با ضربت زدن و خار شمردن دیگران است. اخیراً جناب آریانپور با ارسال ایمیلی برای من و دیگران به طور غیر مستقیم ایراداتی را به دکتر عباس میلانی وارد کرد که بسیار ناجوانمردانه بود. آقا شما کی هستی که قضاوت کنی جوانمردانه بود یا ناجوانمردانه بود؟ کی هستی؟ آقای عباس میلانی پابلیک فیگره، یه فرد شناخته شده هست. وقتی یه نفر میاد جلو، من میام جلو، اون میاد جلو، ما در رو باز کردیم که یه سری مردم از ما خوششون بیاد، ما رو دوست داشته باشن، چپ و راست عربا بابامون برامون پول بفرسن، درم باز کردیم یه سری مردم احمق و دیوانه بدونی که ما رو بشناسن از ما متنفرن، دشمن ما هستن. آقای آریانپور حق داره، یه پرسش کرده که آقا ایشون دهم هم نگرفته، کلاس دهم، و شما میگیش ناجوانمردانه؟ تازه حالا شما خودتون رو جز اون اقلیت ایرانی میدونید که جوانمردانه درباره دیگران صحبت میکنن، به قول آمریکایا give me a break. اوکی. من از ایشان استدعا کردم مستقیما با دکتر میلانی مراجعه. نه به نظر من این کار شما اشتباهه، شما برای دکتر میلانی اونو بفرست، ببین دکتر میلانی به شما که طرفدارشی جواب میدی میده، اون وقت شاید دکتر میلانی رو بشناسی. آقای آریانپور رو که میشناسی، حرفی هم که زده درست. شما این نوشته آقای آریانپور بفرست، منم تو برنامه خوندم، بفرست برای آقای دکتر عباس میلانی. تا حالا دو بار من با عباس میلانی تماس گرفتم گفتم بیا اینجا، گفته خیلی سرم شلوغ و اینها، و من چون دیگه با آقای مهری قول دادم با همون یه جا وای میسن، ولی دروغ میگه، فقط با آقای حسین مهری برنامه داره، دروغ میگن. آقا چرا دروغ میگن؟ که شما گولشونو بخوری کتابشو بخری، این کتاب رو مینیسه، کتاب بعدی رو مینیسه، کتاب بعدی رو مینیسه، کتاب بعدی رو مینیسه، شما اینو میخری اونو میخری اینو میخری اونو میخری. و آقای آریانپور اگر آمد یه حرف حقیقت زد، شما تازه بهش میگی ناجوانمرد. به نظر من این ایمیل خیلی ناجوانمردانه بود. اگر قبلا این را براتون نوشته بودم ارسال کردم پوزش میطلبم. بزنین این دوستان چی نوشته. خب کاکو این بنده خدا خوب نظرش رو بیان کرد. سلام جناب سوری عزیز، کاکامی خیلی گلی، امید غلامی. این دوتا خوبی که شما اینجا نوشتید یعنی خوبه یا خوبه؟ بعض وقتا زیادی می نویسیم و ضمنا نمیدونم تو فیسبوک وقتی کامنت میذارید میتونید پاکش کنید، بعضی جاها از پاک نمیشه. دوست گرامی اگر قبلا این نوشته رو براتون فرستادم، معلم خوب کسی است که به درستی میتوان اون را مهم تحرین عامل برای سازندگی کشور دانست. شوربختانه در کشور ما در هیچ زمانی نخواستیم و پی نبردیم که یک معلم خوب میتواند بیش از چند لشکر از نیروهای نظامی حافظ یک پارچگی و انسجام کشورمان باشد. اگر فرصتی پیدا کردید این نوشته را مرور کنید. آقای هوشنگ آریانپور. خصوصیات یک معلم خوب از نظر دانش آموزان چیست؟ الف، اطلاعات. یکی از ویژگی‌های معلم بالا بودن اطلاعات و بروز کردن آن است.
که بعد این الف حالا شده 1 2 3 4 5 6، بعد میره سراغ ب. اگه کسی خواست این نوشته رو برای من بفرست، یعنی ایمیل بزنید تا براتون بفرستم. بذارید ما این مشخصات و ایمیل و اینا رو روشن کنیم، یادمون میره. اوکی بسیار عالی. این 2 3 شماره تلفن، این تاریخ، این هم کجا هستیم. شما هم میتوانید برنامه داشت باشید و این هم شما میتونید مهمون ما باشید. خب اوکی، میگه که هر انداز دانش شما اندازه دو، ابتکار. دومین ویژگی یک معلم خوب ابتکار است. اینم باز 9 قسمت داره. جیم، من یادم این ابجد حوض چرا نمیسن الف ب پ، فکر کنم عوض شد، بعدا قرار شد اینجوری بنویسن الف ب پ ت. خب جیم، مهارت و سرعت، که خود اینم 5 قسمت داره. دال، ویژگی های اخلاقی. این دال هم عوض شد، بهش میگن ده تو روش نوین تحصیل و اینا، چون ده، چون یا میگن دا، چون دال ما میگونیم دال، خب الف و لامش کجا. بله که اینم 9 قسمت 11 قسمته. و اما شروع میکنه مقدمه. معلم و دانش آموز دو رکن مهم و اساسی آموزش پرورش هستن. معلم عبارت از فرد است که شاگرد را آموزش پرورش میدهد. معلم جزء اساسی تعلیم و تربیت است. معلم بهترین الگو برای شاگردان است. و بعدم آخرش توضیح میده که متاسفانه هم در ایران هم در دنیا حقوق معلم ها رو به اصطلاح اونجوری که باید شاید پرداخت نمی کنن. داو جونز که میدونید که اون معیاری هست که استاک مارکت رو باهاش اندازه میگیرن. هیچ وقت من نفهمیدم چجوری، یکی S&P نمیدونم 500، یکی داو جونز، یکی دیگهش خلاص. همه پیشبینی میکردن اینا که تو کار اقتصادی ناسن که اگر ترامپ بشه رئیس جمهور، این بازار مارکت سقوط میکنه. ولی برعکس الان سقوط نکرده، رسیده به 20,000. قبل از این 18,000 تا بود، سال 2008 مثل که به 6,000 هم رسید. ولی خب دوست عزیز علی آقای گل، اگر پیشبینی های اینا درست بود که اصلا ترامپ انتخاب نمیشد. همون که پیشبینی های اینا نشون داد و آقای خانم چی هم رفت با خیال راحت گرفت خوابید، هیلری کلینتون حتی مریض بعد نشون داد که به پیشبینی ها و پیشگویی های اینا اصلا محل نذار. اینا هم حقیقتا یه مش مفتخور مثل اپوزیسیون ما هستن. و اما لینک پتیشن حمایت از کوروش زعیم و زندانیان سیاسی آزاد باد گردن. دوستان اگر کسی تا حالا پتیشنی امضا کرده که اون پتیشن ثمر بخش بوده، لطف کنید برای من بفرستید. خب اینم دیگه خوندم اون روز در تمام کشورها برای مردگانشان چنین و چنان. ساعتم 3:29 است. یه دقیقه هم تو ما حالا خداحافظی کنیم. خداحافظی ما هم که ببینو چی میشه. بله جمله های طولانی که فراموش میکنیم کجا به کجاست، فعلش، فاعلش، مفعولش. و اما خبر خوب، آقای اردوان روزبه از بیمارستان آمدن بیرون و حالا دارن دوران نقاهت رو میگذرونن و ایشون یه مقاله امروز گذاشته، یادی کرده از یک ساندویچ فروشی، اغذیه فروشی. من نمیدونم چرا اصرار داریم این ساندویچی رو می‌نویسیم اغذیه فروشی، ولی تمام لیستش مثلا انگلیسیه، حالا همبرگر، چیز برگر. در هر صورت ایشون یه اغذیه فروشی به نام آفریقا گویا در مشهد بوده و خاطراتی داشته. انقدر قشنگ می‌نویسه اردوان روزبه و دوبارم تا حالا مهمون ما بوده. حالا بهش گفتم پات خوب شد یه بار دیگه هم بیا، قراره اگر بیاد تو همین یکی دو هفته آینده یا احتمالا سال نو، پای نو، روز به نو. و این خاطراتی که این نوشته بود من رو برد به کرمانشاه. کرمانشاه وقتی من اونجا خدمت میکردم یه ساندویچ فروشی بود که ما برای اولین بار وقتی که همبرگر اردر دادیم، گفت تخم مرغ هم میخوای روش؟ گفتم من همبرگر اوردر دادم، تخم مرغ رو چیکار میکنی؟ گفت حالا من برات این دفعه میذارم ببین.
همبرگر رو وقتی داشت میپخت با این کاردکش اینجوری تیک تیکه کرد، تخمق ریخ داخلش و یک چیز خوشمزه شده بود که دیگه ما جمعه ها که تعطیل بودیم زور نهارون به جای چلو کباب این همبرگر با تخم مرغ این اغذی فروشی یا ساندویچ فروشی بود. اینم نوشیدم به سلامتی شما و همینجا امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. از تلویزیون مردم میتونید استفاده کنید. تلویزیون مردم چون در آمریکا هست، نرخ‌های خدمات ما به آمریکاست. ساعت شروع برنامه‌مون به آمریکاست، به واشنگتنه که ما هستیم. هی به من نگید که اینو تبدیل کن، ساعت الان تو ترکیه میشه چقدر، ساعت تو ایران میشه چقدر، ساعت تو گواتمالا میشه چقدر. من چه نگاه کنید روی اینترنت یا جورای دیگه که میتونید تبدیل کنید. و واحد پولمون هم اینجا آمریکا دلار آمریکایی. من حتی اگر دلار کانادایی و دلار استرالیایی و نمیدونم فرانک فرانسه و فرانک دیگه نیست الان یورو، و فکر کنم به زودی همشون برمیگردن سر هم پولای اولی، یا پوند انگلیس بیارم، توی همه جا نمیتونم خرج کنم. اول باید برم بانک عوضش کنم، تبدیلش کنم، بعدن خرجش کنم. خب چه دردسری. شما که با کردیت کارت و اینا میتونید بفرستید، با دلار آمریکایی بفرستید. دوستان عزیز، روز روزگار بر شما خوش. برنامه رو ادامه میدیم ساعت 4 بعد از ظهر با آقای حسن ارشاد که 108مین برنامه رو، و خداییش ایشون بی آزارترین مشتری من. حالا شما حتما میخواییم بگین که خب معلومه جمهوری اسلامی به این یاد داده که بی آزار باش که سربی عقت نگیری. آقا طرف رفته درس قضاوت خونده، بعد رفته مغازه باز کرده، دیده از این طریق بیشتر با مردم، با جوانها در تماس، مغازه کتاب فروشی، نوار فروشی اینا، و میاد حرفشو میزنه، از شما هم دعوت میکنه شما بیان حرفتون بزن. الحمدلله اون یه سکوی درست کرده که همه میشناسنش، تو فیسبوک هست، تو یوتیوب هست، و شماره تلفنش رو برنامه ها مینویسه. و دیگه من این وسط کیل مسنجر نیستم که آقا من به شما گفتم پیام من را به دکتر افشارها ببر بده، آقا گفت نمیخوام، نمیگیرم پیامتو. ایداد بیداد که یه چیزی به این سادگی عذر میخوام. آخر هفته خوبی داشته باشید.